بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان، تو این جلسه در ادامه بررسی برهم کنش های موج میپردازیم به مباحث شکست نور و تکمیل میکنیم مطالبی که در مورد قانون اسنل با هم دیگه صحبت کرده بودیم. سعی میکنیم چند تا سوال حل کنیم و نکات تکمیلی رو با هم دیگه ببینیم. همراهمون باشید. موضوع دیگه که میخوام در مورد صحبت بکنیم اینه که با توجه به قانون اسنل که دیدیم n در سینوس تتا n1 در سینوس تتا i برابر است با n2 در سینوس تتا r، میتونم یه نتیجه بگیرم و اون این که شما این شکل رو نگاه کنید، چند تا محیط مختلفن که مرزاشون با هم موازی است. این نکته خیلی مهمه، این شرط مهمه که مرزا با هم موازیه. اگه پرتوی داره میاد اینجا شکست پیدا میکنه، میاد وارد محیط دوم میشه، سوم، چهارم و به همین ترتیب میاد جلو. نکته‌ای که حواسم هست اینه که n1 در سینوس تتا 1 با n2 در سینوس تتا 2 با n3 در سینوس تتا 3 و nk در سینوس تتا k با هم برابرن. همه اینا یه مقدار دارن، همه با هم مساوی هستن. بنابراین اگر تعداد سطح‌هام زیاد باشه، 3 تا 4 تا سطح داشته باشم، بخوام مثلا زاویه شکست سوم یا چهارم به دست بیارم، لازم نیست اون وسطی ها رو حساب کنم. میتونم اینجوری نگاه کنم تو این سوال، بنویسم n1 سینوس تتا 1 مثلا برابر است با n3 سینوس تتا 3. به این وسطی کار نداشته باشم، بین این دوتا بنویسم، بین دومی آخری بنویسم، بین اولی آخری بنویسم، بین هر دوتا سطح دلخواهی میشه نوشت، به شرطی که مطمئن باشم مرزام با هم دیگه موازی هستن. خب این نکته که اینجا توی جزوه بهش اشاره شده. دو تا سوال هم داریم، مثال 24 و 25 به این موضوع وابسته است. مثالش 24 شبیه یکی از فعالیت‌ها و پرسش‌های کتابه. میگه که خب سه تا محیط داریم، محیط N1، N2، N3 با رنگ‌های مختلف مشخص شده. این پرتو که داره میاد اینجا با مرز زاویه 40 می‌سازه، شکست شده 60، این شده 50. بگید که ضرب شکست کدوم بیشتره، کدوم کمتره. تندی‌ها و ضرب شکست‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. بریم سراغ تخته. من این شکل اینجا دارمش و میخوام در موردش با هم گفتگو بکنیم. خب اولین چیزی که توجه شما رو بهش جلب میدم این است که خط عمود فراموش اون نشود. اینجا اگر دارم مسئله رو حل میکنم در مورد زاویه تابش و شکست صحبت میکنم، خط عمود یادم نره. این زاویه من اینجا بنویسمش تتا 1 و برابر است با 50 درجه. این زاویه‌ای که اینجا هست بهش بگم تتا 2 با زاویه با خط عمود دیگه و برابر است با 30 درجه. اینجا هم این زاویه همون 30 درجه است، داریمش. و اینجا این زاویه بنویسم تتا 3 برابر است با 40 درجه. خب اما حتما باید سراغ اسنل هم برم، این کار انجام میدم. میگم میدونیم که سینوس تتا آی ضرب در ان آی مقدار ثابتی است. بله، همین صحبتی که الان با هم دیگه داشتیم. نتیجه این که بین دو تا ضرب اینطور اگه نگاه بکنم، اونی که تتا آیش بیشتره نتیجتا سینوس تتا آیش هم بیشتره و چون ضرب اینا مقدار ثابتیه، در نتیجه ان آیش چیه؟ کمتر. اونی که زاویهش بیشتره انش کمتره. بین اینا 50 30 40 کدوم زاویه بیشتری داره؟ محیط اول. پس انش از همه کمتره، ان 1 از همه کمتره. بین این دو تا کدوم؟ 3 میشه ان 3 و بعدش هم ان 2. N1، N3، N2 از کوچیک به بزرگ مرتب شده. اگه در مورد تندی ها صحبت بخوایم بکنیم، میدونیم رابطه تندی ها و سرعت ها برعکس و ضریب شکست ها برعکس هم دیگه است. اونی که Nش کمتره ویچ از همه بیشتره و به این ترتیب رابطه به دست میاد که V1، V3، V2 از بزرگ به کوچیک اینجا مرتب شده. بیام سراغ سوال بعدی، سال 25. همینو خواسته در قالب بدون مثال، مثال عددی با هم دیگه ببینیمش. بریم ببینیم که اینجا چی داریم براش. در جهت مقابل مسیر پرتو نور تا هنگام خروج از جسم‌های شفاف رو رسم کنید. اینجا هواست، دو تا جسم شفاف با سطح موازی و مجدداً دوباره هوا. بریم ببینیم که چی داریم اینجا رو شکلم. خط عمود رسم می‌کنیم اینجا.
زاویه تابش به دست میاد 30 درجه. یه بار بعد قانون اسنل رو اینجا بنویسم، میام توی نقطه 1 اولین جایی که شکست اتفاق افتاد میخوام قانون اسنل رو بنویسم. قانون اسنل یادمون هست سینوس تتا آی در ان آی مقدار ثابتی سینوس تتا 1 در ان 1 برابر است با سینوس تتا 2 در ان 2 و به همین ترتیب. اینجا میخوام بنویسمش. سینوس رابطه بنویسم، سینوس تتا آی ضرب در ان آی یا ان 1 هست سینوس تتا آر ضرب در ان 2 که دیگه فقط جا گذاری کنم. تو اینجا میشود سینوس 30 درجه ضرب در 1 برابر است با سینوس تتا آر نمیدونم چنده ضرب در ان محیط اینجا که چند بود؟ 2. نتیجه این میشود 1/2، این 2 میاد تو مخرج میشود سینوس تتا آر شده 1/4. خب 1/4 زاویه نیست که ما لازم باشه بلد باشیم، برای همین خود صورت سوال به ما داده و من میتونم بنویسم در نتیجه تتا آر خودش گفته سینوس 14.5 درجه 25/100 این تتا آر بود و برابر این میتونم پرتو شکست رو اینجا رسمش کنم. از نقالم کمک بگیرم و 14.5 درجه رو روش پیاده کنم. اینجا دقت دارین نسبت به خط عمود بعد 14.5 درجه رسم کنم. این زاویه است، اینجا 90، این 80، اینم 14.5 درجه. پرتو اینجوری میاد پایین، به این ترتیب پرتو شکست پیدا میکنه، وارد محیط دوم میشه با زاویه‌ای که با خط عمود زاویه 14.5 درجه میسازه. این خط عمود بود، این زاویه شد زاویه تتا آر شد 14.5 درجه که به دستش بردیم. خب بریم سراغ مرحله بعدی. دوباره پرتو از یه محیطی داره وارد محیط دیگه میشه، بعد خط عمود رو رسم کنم. اینجا مجددا خط عمود رو رسم میکنم، این زاویه میشه زاویه تابش که الان همون 14.5 درجه است و شکست اتفاق میفته. از اینجا به اینجا میخوایم بریم ببینیم که چی میشه. پس میرم سراغ دومین باری که قانون اسنل رو میخوام به کار ببرم، چون یه بار دیگه مرز داره عوض میشه، حالت دوم یا شکست دوم. مینویسم که سینوس تتا پریم آی، به این گفتم تتا پریم آی مثلا که همون 14.5 درجه است این معلومه، ضرب در ان محیط دوم که 2 باشه برابر است با اینو بذارم مثلا 14.5 که ضرب در ان محیط دوم که شد 2 برابر است با سینوس تتا پریم آر ضرب در ان اینجا که از رادیکال 3. خب 14.5 درجه سینوسش بود چی؟ 1/4 رو این هم تو این ضرب میشه، میشود 1/2 سینوس تتا پریم آر میشود 1/2 رادیکال 3. رادیکال 3 هم اونم تو مخرجه که اگر گویاش بکنم میشه رادیکال 3 6. خود مسئله من داده اطلاعات گفته این زاویه 17 درجه است، یا که اطلاعات مسئله رو یعنی تتا پریم آر میشود 17 درجه. پرتو باید از خط عمود دور میشد، بله دور شده، به جای 14.5 درجه شده 17 درجه، یک کمی از خط عمود دور شده. اینو من رسمش کنم دوباره اینجا، اینجا 10 15، اینم 17 درجه. بنابراین یک کوچولو از خط عمود دور شده، چون خیلی ضرب شکست هم فرق نمیکنه، این 2 بوده 1.7 خیلی با هم متفاوت نیست، خیلی زاویه تو شکل ما پیدا نیست، اما به هر حال شکست اتفاق افتاده و توجه داریم اینجا بهش. میریم سراغ مرحله سوم. اینجا دوباره شکست باید اتفاق بیفته، اینجوری تو نقطه 3 مجددا خط عمود رو رسم میکنم، این زاویه همون زاویه 17 درجه است که ما براش اینجا به دست آوردیم. مجددا می‌نویسم سینوس 17 درجه ضرب در ان اینجا که بود رادیکال 3
برابر است با سینوس تتا زگوند آر ضرب در ان بیرون که هواست. سینوس 17 درجه رو خودش گفته بود ازش استفاده کردیم، رادیکال 3 ششم ضرب در رادیکال 3 شده سینوس تتا زگوند آر و این ساده میشه، میشه 3 ششم 1 دوم و اون چیزی که انتظار داشتیم به دست میاد که این زاویه شکست نهایی 30 درجه است، یعنی پرتو خروجی نهایی دقیقا با همون زاویه تابش اولیه وارد محیط آخر خواهد شد که همون هوا باشه، چون محیط اول و آخر یکی هن قطعا پرتو ورودی خروجی اونم با همدیگه یکی به دست میان، یعنی مبخش موازی به دست میان، فقط یه خورده انتقال و شیفت داریم اصطلاحا. اینجوری این زاویه هم در نهایت شد چند؟ 30 درجه، این 60 درجه. پرتو ورودی اولیه و خروجی نهایی قطعا با هم دیگه موازی هن، عرض کردم به شرط که این سطح ها با هم موازی باشن. سوال 26، کف ظرفی که محتوی مایعی به ضریب شکست رادیکال 2 است یک آینه تخت قرار دادیم. ناشش پرتو نوری تحت زاویه 45 درجه، حالا یا با راستای افق یا راستای قائم فرقی نمیکنه چون 45 درجه است، از هوا وارد مایع درون این ظرف میشه. با توجه به مسیر شکل مشخص شده میاد بازتاب میشه و میره، بگید که این آلفا چند درجه بوده، آینه رو چند درجه نسبت به راستای افق جابجا کرده بودیم. بریم ببینیم که شکل اون اینجا چی داره و چی کار باید بکنیم. تو نقطه 1 اینجا شکست اتفاق افتاده و حتما باید قانون اسنل رو بنویسم تا سوالم حل بشه. بنویسم سینوس زاویه تابش 45 درجه ضرب در ان اینجا که هوا بوده 1 برابر است با سینوس تتا آر که نمیدونم چنده، این تتا آر منظورم خب معلومه که اینه، ضرب در ان اینجا رادیکال 2. سینوس 45 درجه هست رادیکال 2 دوم، رادیکال 2 با رادیکال 2 ساده بشه و سینوس تتا آر بشه بعد 1 دوم، خلاصه این که تتا آر میشه چند درجه؟ 30 درجه. این شد 30 درجه، عوضش کنم بهش بذارم 30 درجه که بعد ازش استفاده کنم. از اون طرف خب اینجا بازتاب رخ داده، یعنی اگر من اینجا یه خط عمودی رسم کنم بر سطح آینه این دو زاویه با هم برابرن، حالا اگه لازم شد تعینش میکنم، تو نقطه 2 رو فعلا بذارمش اینجا نقطه 2 ازش رد شم. تو نقطه 3 اما شکست اتفاق افتاده، پرتو نور از محیط مایع ما داره میره تو محیط دوم، شکست داریم، بنابراین خط عمود رو هم رسم میکنم، این زاویه رو بذارم زاویه تتا پریم آی و این پرتو تتا پریم آرش چند درجه است؟ 90 درجه. از راستای قائم 90 درجه چرخیده رفته بیرون و تتا آر 90 درجه است. بیام نقطه 3 رو هم بررسی میکنم ببینم برای نقطه 3 چی دارم. سینوس تتا پریم آی که خب فعلا که نمیدونیم چنده، ضرب در ان همین محیط یعنی رادیکال 2 برابر است با سینوس تتا پریم آر که 90 درجه است در ان محیط بیرون که خب 1. تتا پریم آی نداریمش، این باشه اینجا برابر است با 1 تقسیم را رادیکال 2 یا همون رادیکال 2 دوم خودمون و نتیجه این که تتا پریم آی میشه چند درجه؟ 45 درجه. این زاویه اینجا هم به دست اومد چند؟ 45 درجه. خب این هم داریم اینجا، دنبال آلفا میگردیم. کار مختلفی میشه کرد، من راه خورده اول یه کمکی طولانی‌ترش رو بگم بعد بریم سراغ راه خورده بهترش هم با هم ببینیم. یکی این که خب این زاویه چند درجه است بچه ها؟ 60 درجه. این زاویه چنده؟ 45. 60 با 45 میشه 105 درجه، کل این زاویه میشه 180 منهای 105 میشه 180 منهای 105 میشه 75. 75 تقسیم بر 2 این بنویسم، این هست 75 درجه، این از 75 تقسیم بر 2 خب میشه چند؟ 37.5 درجه. 37.5 درجه. این زاویه اینجا
هست 90 منهای 37.5 درجه، یعنی چند؟ 52.5 درجه. تو این 4 ضلعی که اینجا دارمش، نه میتونم بگم مجموعه زوایای داخلی این 4 ضلعی هست 360 درجه، از توشون رو به دست بیارم. نیا کنیم از 360 درجه دو تا 90 درجه کم کم میشه 180 درجه، 180 درجه یه دونه 45 هم کم کنم میشه 135 درجه. این برابر است با 52.5 به علاوه این زاویه x، به علاوه x. از اینجا x به دست میاد چند؟ 130 منهای 50 میشه 82.5 درجه. اگه این 82.5 درجه باشه، آلفا میشه 90 منهای x میشه چند درجه؟ 7.5 درجه. این راه خورده طولانی، هر چند کار دیگه میشه کرد. میشه یه خط عمود اینجا رو از بیاد از این مثلثایی که اینجا هست کمک گرفت و این داستانا اینا امتحان بدم اینجا میتونم این زاویه رو پیدا کنم و توی مثلثه کاری انجام بدم. این راه خورده برای هر محاسباتش یه خورده طولانی، اما یه ایده خوبی هست که یه خورده حل باش میشه کمی ساده کرد و اون این که نگاه کنید، خیلی دقت کنید به این جمله. اگر این آینه به جای اینکه زاویه آلفا بسازه کاملا کف ضعف بود، خب این پرتو می آمد اینجا با 30 درجه می خورد با 30 درجه هم بر می گشت، یعنی زاویه بازتاب با سطح آینه می شد چند درجه؟ 30 درجه. زاویه بازتاب پرتو بازتاب با سطح زاویه 30 درجه می ساخت. الان چند درجه شده؟ الان که آینمون چرخوندیم شده 45 درجه. چقدر زاویه چرخیده؟ از 30 تبدیل شده به 45، 15 درجه چرخیده. با هم اثبات کردیم که اگر من آینه رو به اندازه آلفا درجه بچرخونم، پرتو به اندازه 2 آلفا میچرخه. پس الان که پرتو به اندازه 15 درجه چرخیده، پس من آینه رو چند درجه چرخونده بودم نسبت به ارتفاع کف آینه؟ ظرف 7.5 درجه. نسبت اون 15 درجه آلفا به دست میاد 7.5 درجه. یه سوال میخوایم با هم حل کنیم که این به هر حال این سوال یه خورده سختی است. بعیدم از حالا تو کنکور این مدل سوال رو به این صورت ببینیمش. اما به هر حال میخوام ببینیم که اگر این سطح‌ها با هم موازی نباشن چه اتفاقی میفته. ما دیدیم با هم اگه سطح‌ها موازی بودن میتونم ببینم هر دو تا سطح دلخواهی قانون استن رو بنویسم. اما اگر موازی نبود چه باید کرد؟ میخوام تو این سوال یه بار با هم یه تمرین کنیم ببینیم که مراحل شکست اتفاق میفته چطوری میشه زاویه رو پیدا کرد و چطوری میشه آن استن رو به دفعات مختلف استفاده کرد. بریم سراغ شکل. می در شکل مقابل مسیر پرتو نور تا هنگام خروج از جسم شفاف رو رسم کنیم و در نهایت زاویه انحراف رو هم تعیین کنیم. شکل رو بنجا رسم برم تا بتونم سریع‌تر باش حل و پیش ببرم. اینجا اولا تو نقطه یک اولین جایی که مرز داره عوض میشه، محیط داره تغییر میکنه، باید شکست رو بنویسیم. منتها خود صورت سوال گفته بود که این پرتو بر سطح عموده و چون بر سطح عموده میدونیم که هیچ شکستی برای این پرتو اتفاق نمیفته، یعنی این پرتو بدون شکست از مرز عبور میکنه و از محیط یک به محیط دو منتقل میشه. خب این از هوا وارد این جسم میشه اینجوری. این اولین جایی که دارم بررسی میکنم این شکلی است. اگه بخوام با دقت با همه جزئیات براتون بنویسم، میگم که تو نقطه یک تتا آی با تتا آر برابر است، تتا آی با تتا آر برابر و چند درجه است؟ صفر درجه است. زاویه که پرتو تابش با خط عمود میساخت میشه صفر درجه، شکست اتفاق نمیفته، پرتو وارد محیط دوم میشود. اما تو گام بعدی باید بیام خط عمود حتما رسم میکنم، کاری که میخوام اینجا الان انجامش بدم. این نقاله ما، اینم خط عمود بر مرز جدا کننده دو محیط، این هاشش. زاویه تابش رو تعیین میکنم. این زاویه تابشه چند درجه است بچه ها؟ این زاویه این 30، این 90، این زاویه میشه 60 درجه و زاویه تابش، زاویه پرتو تابش با خط عمود به دست میاد چند؟ 30 درجه. تو نقطه دو اینجا، یعنی دومین باری که شکست رخ میده، میخوام بیام قانون اسنل رو یه بار دیگه به کارش ببرم. من چی میگفت قانون اسنل؟ سینوس تتا آی سینوس 30 درجه ضرب داره
این همین محیط یعنی چند؟ دو رادیکال دو برابر است با سینوس زاویه شکست ضرب داره این محیط دوم که داره پرتو واردش بشه، یعنی چند؟ دو. از اینجا سینوس 30 درجه میشه 1/2، این با این ساده میشه، میشه رادیکال دو هست سینوس تتا آر ضرب داره دو، میاد تو مخرج این و سینوس تتا آر میشود رادیکال دو دوم و در نتیجه تتا آر میشه 45 درجه. پرتو با زاویه 45 درجه وارد محیط دوم خواهد شد. برم شکلشو بکشم. انتظار داشتم پرتویی که اینجوری داره میاد چون محیط دوم انش کمتر از محیط اوله از خط عمود دور بشه و الان محاسبات نشون میده بله از خط عمود دور شده و زاویه‌ای که پرتو با خط عمود میسازه 45 درجه است. اینا هاشش. پس من پرتوی دوم تو این محیط میخوام رسم کنم، یه همچین چیزی خواهم داشت اینجا. این میشه پرتوی بعدی. اینجا شکست اتفاق افتاد، پرتوی شکست به این ترتیب وارد محیط بعدی شد. دوباره باید چیکار کنم بچه؟ الان خط عمود رو رسم کنم، زاویه تابش رو بگیرم، زاویه شکست رو تعیین کنم، برم ببینم چی داره. یه بار دیگه خط عمود رو رسم میکنم، این نقاله ما، اینم خط عمودش. دوباره الان زاویه تابش این زاویه است که میخوام با هم تلاش کنیم ببینیم میتونیم وقتی پیداش بکنیم. نکته‌ای که الان لازم دارم ازش استفاده بکنم اینه که این زاویه شکست شد 45 درجه دیگه، نه؟ بله. این به دست اومد چند درجه؟ 45 درجه. از خط عمود دور شد و زاویه شکست تتا آر شده چند درجه؟ 45 درجه، چیزی که اینجا الان من دارمش. خب دنبال این زاویه دارم میگردم ببینیم کارش میتونیم بکنیم راحت پیدا بشه. من توصیه‌ام اینه که سراغ زاویه خارجی بریم. کدوم زاویه خارجی؟ این مثلث رو نگاه کنیم، از اینجا این، این و این مثلث که اینجا تشکیل شده، این مثلثه. این زاویه 45 درجه است چون 90 بود، این 45 میشه 45 درجه، اینم 15 درجه، اینا شش. این زاویه بیرونی زاویه خارجی این مثلث است و جمع این دو تا، یعنی این 45 اون 15 درجه میشه 60 درجه و این به دست میاد چند درجه؟ الان 30 درجه. زاویه تابش شد 30 درجه و من یه بار دیگه باید بیام شکست رو بنویسم. توی نقطه 3 میخوام قانون اسنل رو یه بار دیگه به کار ببرمش. نقطه 3 قانون اسنل رو من چی میگه؟ سینوس زاویه تابش دوباره 30 درجه ضرب داره این همین محیط که چنده؟ ضرب داره 2 برابر است با سینوس تتا پریم آر ضرب داره این اینجا که رادیکال دو باشه. نتیجه این که سینوس تتا پریم آر این میشود 1/2، دو دو ضرب میشه میشه 1، میشود 1 به رادیکال دو یا همون رادیکال دو دوم و تتا پریم آر هم میشود 45 درجه. 45 درجه. خب دوباره باید چیکار کنم؟ خط عمود رو رسم کنم که رسم شده و زاویه شکست رو باهاش اندازه گیری کنم، پرتو شکست رو ببینم چقدر میشه. این خط عمود از اینجا باید 45 درجه پرتو رسم شده باشه. اینم پرتو بعدی که اینجوری میاد و میتونم پرتو رو رسم کنم این شکلی. اینم مسیر پرتو تا اینجا. بریم سراغ قسمت بعدی. دوباره این پرتو به مرز بعدی برخورد کرد، این پرتو چهارم یا چهارمی شکست رو میخوام نگاه کنم. زاویه تابش رو باید تعیین کنم، خط عمود رو میکشم، این خط عمود مثلا اینجا، این خط عمود بر مرزه. زاویه تابش رو میخوام تعیین کنم، دوباره من سراغ مثلثات و مجموع مثلث در واقع مثلثات به معنی، این زاویه دوباره شد 45 درجه، تتا پریم آر 45 درجه است. خب
یه مثلث دیگه اینجا دارم، این زاویه 45، این 15، این میشه 60 و مجددن مثلا بگم تتا زگوند آی اینم میشه چند درجه؟ 30 درجه. تو نقطه 4 دوباره میخوام قانون اسنل بنویسم، سینوس 30 درجه ضرب در ان همینجا که رادیکال 2 باشه میشود سینوس تتا زگوند آر ضرب در 1، این میشه رادیکال 2 دوم، چون 1 دومه اینم رادیکال 2 داره، مجددن سینوس تتا زگوند آر شد رادیکال 2 دوم و تتا زگوند آر میشه چند درجه؟ 45 درجه. یعنی پرتو در نهایت با زاویه 45 درجه از اینجا خارج میشه و بخوام زاویهش رو رسم کنم باید اینجوری رسمش کنم. این زاویه شد 45 درجه و در نتیجه این زاویه هم 45 درجه است. این شد مسیر نور توی این مجموعه شکلایی که داشتیم، پرتو اومد شکسته شد شکسته شد و در نهایت نسبت به راستای اولیه‌اش که عمود بر این سطح ها بود 45 درجه منحرف شد و به این ترتیب جواب سوال میشه 45 درجه. محیطش هم همدیگه رسم کنیم. دقت کنیم که دیگه نمیشد بین این نقطه و این نقطه یا این مرز و این مرز اینجا و اونجا مستقیم نوشت، مجبورم هر بار شکست رو اهمال بکنم و در نهایت باهاش تا آخر پیش برم. سوال 28 سوال خود پردردسریه، من به معنی سوال سخت آوردم اینجا که خودتون حل بکنید، اصلا تو فضای کنکور نیست، برای ازش رد میشم. یه تمرین خیلی سخته، یه بازی با رابطه هست، یه خورده حوصله میخواد، ولی حل کنید دیگه میتونید مسلط باشید که هر نوع سوالی از این دست رو بلدین حل کنید. من ازش عبور میکنم. سوال 29 هم بازم سوال خورده متمایزیست، اما به حال میشه حلش کرد، یه خود وقتگیر است اما سوال خوبیه، میخوام هم نگاهش بکنیم. میگه مطابق شکل قایقی به طول 9.6 متر روی دریاچه به عمق 12 متر قرار دارد، شکلم رسم کرده و دکلی به وسط قایقم نصب شده، اینا هاشش. در ارتفاع اچ بالای دکل نورافکن روشن است، شکل نشون میدم اینجا، و سایه قایق را کف دریاچه میاندازد. پرتا رسم کرده، پرتا میان اینجا، این کف در واقع دریاچه، این نور مرفکن نمیرسه، میگیم که اینجا در واقع سایه تشکیل شد. گفته اگر طول سایه 27.6 متر باشه روی کف دریاچه، بگین ارتفاع دکل یعنی ارتفاع لامپ تا در واقع در این سطح قایق چقدر بوده. یه ترکیب سایه و نیم سایه است، در واقع ترکیب سایه است با بحث شکست. بریم ببینیم اینجا چی داریم با هم دیگه. اینجا شکست رخ داده، من اینجا قانون اسنل بنویسم در نهایت، اما برای اینکه بتونم زاویه هم تعیین کنم چون هیچ زاویه اینجا وجود نداره، مجبورم برم سراغ مثلثات. نگاه کنیم این فاصله از اینجا تا اینجا 27.6، این فاصله از 9.6، 27.6 منهای 9.6 میشه 18. کل این تیکه‌ای که الان من اینورم رسم کنم، این دو تا قسمت هستن 18 هر کدومشون، پس این بخشی که اینجا هست میشه 9 متر، این بخش اون طرف هم 9 متر. توی این مثلثی که الان اینجا تشکیل شده، مثلثی که دارم هاشونش میزنم، میتونم بیام این زاویه رو در واقع تانجانت و سینوس و هرچی لازم دارم ازش به دست بیارم، به این زاویه بگم زاویه تتا آر، همونجوری که میدونید زاویه شکست در واقع توی این اتفاقی که اینجا افتاده. میتونم بیام تتا آر رو تعیین کنم، مثلا میتونم تانجانت بنویسم چون ضلع مقابله دارم مجاورم دارم، یا میتونم بیام وتر رو تعیین کنم سینوس بنویسم. حالا چون کلی میتونه باشه زاویه، لزوما زاویه خاصی هم نمیتونه لازم نیست باشه، هرچند اینجا هست، میام در واقع از سینوس استفاده میکنم که بتونم از توی اسنل ازش کمک بگیرم. این 9، این 12، طول این وتر میشه 15 متر، 5 این در واقع 3 4 5 دیگه، 3 3 تا 4 3 تا 5 3 تا، اینه. پس اینجا میتونم بنویسم سینوس تتا آر هست ضلع مقابل به وتر، یعنی 9 15 یا 3 5. اینو داشته باشیم اینجا.
بر اساس قانون اسنل با توجه به ضرب شکست محیطی که آب باشه، خودش گفته هستش 4/3، میتونم این زاویه اینجا رو تعیین کنم ببینم چقدر. این زاویه زاویه تتاایه، زاویه پرتو تتاش با خط عمود. یه بار اسنل واسه اون نقطه مینویسم، دارم سینوس تتاای ضرب در 1 که محیط هوا باشه هست سینوس تتاآر که به دست اومد 3/5 ضرب در انش که هست 4/3. از اینجا به دست میاد سینوس تتاای با هم ساده بشه بشه 4/5 یا در واقع 8/10 و تتاای میشه 53°. اگه باشه 53°، این زاویه بهش میگم زاویه آلفا، میشه متممش آلفا میشه 90 - 53°، میشه چقدر؟ 37°. اینم اینجا داریم. توی این مثلث دیگه که اینجا الان تشکیل شد، دوباره میتونم مثلثات بنویسم. توی این مثلثی که اینجا الان دارمش، ارتفاع H رو میخوام، این ارتفاع H که مجهوله، اینم دارم، اینم نصف 9/6 یعنی 4.8 متر گفته بود دکل وسط قایق نصب شده. بنابراین میتونم بنویسم تانژانت آلفا از ال مقابل به مجاور 4.8، و چون آلفا 37°، از تانژانتش میشود 3/4 یا 75°. از اینجا h به دست میاد، اینو با این ساده کنم میشود 1.2 ضرب در 3 میشود 3.6 متر، یعنی ارتفاع محل روشن شدن چراغ یا دکل تا سطح قایق بوده است 3.6 متر. خیلی سوال عجیب غریبی نبود، ولی به هر حال ابتکار خلاقیتی نیاز داشت.